همراهان و هموندان رسانه ایرانگرا، باز هم با شما هستیم با یک جستار دیگه. در این هفته در پیشگاه بانو دکتر آرتمیس اهورای نازنین هستیم. درود و آفرین دارم به پیشگاه شما بانو اهورای نازنینم. درود بر شما بانو پردیس گرامی و درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه رسانه رستاخیز ایرانگرایان، چه کسانی که الان با ما زنده این برنامه رو میبینن و چه کسانی که پس از این برنامه رو خواهند دید. سپاسگزارم از شما که این هنگام رو به ما میدید تا بتونیم با شما باشیم، از نگر شما، پژوهش شما و دانش شما بهره ببریم. بانو اهورای نازنین، در روزگاری که سرزمین ما دچار بسیاری از مشکلات زیست محیطی، زیست بومی و جمعیت در هازمان یا جامعه ایران هستش، بیکاری و بسیاری از معضلات اجتماعی گریبانگیر مردممون هست، میبینیم که گفته میشه یا دستور داده میشه در جمهوری اسلامی که افزایش جمعیت داشته باشیم. برام دیدیم که این هفته با شما در مورد این جستار گفتگو بکنیم که افزایش جمعیت، یا بهتر بگم افزایش دستوری جمعیت مردم، آیا راهی نیستش برای دامن زدن به مشکلات مردم ایران؟ نگاه شما چی هستش و اندیشه شما در این مورد چگونه هست؟ سپاسگزارم بانو پردیس گرامی. این جستار بسیار مهمی است برای اینکه طبق تمام این 4 دهه گذشته اسلامی همواره با زندگی و جان و مال مردم بازی کرده و همواره مردم رو یک جوری برای منافع خودش فقط استفاده کرده و مدام به مردم دروغ گفتن. این یکی دیگه از راههایی است که واقعا میتونه جامعه ایران رو دچار معضلات بسیاری بکنه، بیشتر از آنچه که در اکنون و در 4 دهه گذشته گرفتارش بوده. برای که این مسئله رو ما بررسی بکنیم، میایم به طور کلی نگاه میکنیم به مسئله از جنبه جهانی و بعد میرسیم به قضیه در ایران. این موضوع رو در ایران بررسی میکنیم. به طور کلی ما دگرگون شدن نگاه زنان به مسئله تحصیل و ارزش اجتماعیشون موجب شده که زنان جهان معمولا تا پایان ازدواج رو به عقب بندازن و نه فقط ازدواج رو به عقب بندازن، حتی کسانی که وارد زندگی زناشویی میشن تلاششون اینه که خیلی زود بچه دار نشن. برای چندین دهه به عقب انداختن به اصطلاح فرزند آوری یک متوسط رو به بالا بود در جهان، به ویژه در شهرهای بزرگ. زنان طبقات متوسط به بالا تلاش می‌کردند که تحصیلات دانشگاهی داشته باشند و بچه دار شدنشون رو تا زمانی که یک شغل در مسیر دنیا نکنن و درآمد پایداری پیدا نکنن کردن به پس بندازن، اغلب تا اوایل مثلا 30 سالگی. که مثلا خود من زمان مادر من این اتفاق می افتاد و مثلا مادر خود من تا میانه دانشجوی فوق لیسانس که بود ازدواج نکرد و هم شغلش رو استیبل کرده بود، تحصیلاتش رو به جایی که خودش دوست داشت رسونده بود و بعد از اون تازه وارد زندگی زناشویی و بچه دار شدن شد. اما در یک دهه گذشته از اونجایی که زنان بیشتری از همه طبقات اجتماعی تحصیل و شغل رو در اولویت قرار دادن، تأخیر در زادآوری تقریبا در همه جهان به یک الگوی گسترده در میان زنان کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده. یعنی یکی از بزرگترین فاکتورها همین این بوده که زنان به این موضوع، به اهمیت این موضوع پی بردن که هرچه زودتر ازدواج کنن و بچه داشتن از پیشرفت و تکمیل دستاوردهای زندگیشون باز میمونن و زندگی کمبارتری به هر حال خواهند داشت. حالا
این موضوع فقط نگاه زنان نبوده. یکی از بزرگترین فاکتورهای کم شدن زادآوری به طور کلی در جهان زندگی شهرنشینیه. بزرگترین مهاجرت های تاریخ بشر در 100 سال گذشته اتفاق افتاد که از مردم از روستاها به شهرها کوچ کردند و در سال مثلا 1960 در جهان 1/3 جهان در شهرها زندگی می کردن. امروزه در سال 2020 60% مردم جهان به طور میانگین بخوایم در نظر بگیم که در برخی از کشورها بیشتر تا 70%، 75% جمعیت کشورها در شهرها زندگی می کنن و در واقع مهاجرت از روستاها به شهرها یک ترمز اقتصادی برای داشتن خانواده های پر جمعیت رو ایجاد کرد. هنگامی که مردم جهان در روستاها زندگی می کردن، کودک در معنی دستان آزاد زیاد برای انجام کار هست به طور کلی، اما کودک در شهر به معنی دهان اضافه تر یا زیاد تغذیه است و برای همین مشکلات مالی و مشکلات اقتصادی بیشتری خانواده های شهر تحمیل میکنه. برای همین هم هست که وقتی شما از روستاها به شهرها کوچ میکنین، کار منطقی اقتصادی که مردم به طور کلی انجام میدن این که بچه های کمتری دارن. کوچ به شهرها زندگی زنان رو از یک نظر دیگه هم تغییر میده. اونها یک نسخه متفاوت از زندگی مادرها و مادر بزرگاشون در روستاها و شهرستانهای کوچکتر پیدا میکنن. زندگی زنان شهری بیشتر به سمت و سوی درس خوندن و اشتغال و دسترسی آسان‌تر به پیشگیری از بارداری، وسایل پیشگیری از بارداری سوق داده میشه و کاهش نرخ زادآوری نتیجه اجتناب ناپذیری است که برای بسیاری از زنان جهان اتفاق میفته. به همین دلیل هم هست که امروزه مادرانی که بار اول دارن در واقع زایمان میکنن، سنشون بیشتره و فرزندانشون کمتره و بارهای نوجوانان به چشمگیری در جهان داره کاهش پیدا میکنه. در اکثر کشورهای توسعه یافته میزان زادآوری زنان بار سال از زنان 20 سال پیشی گرفته. یعنی برای نخستین بار در جهان که ما تعداد زنانی که بالای 40 سال داریم و بارور میشن خیلی بیشتر از زنان دهه 20 زندگی است، چون دختران جوان دیگه تن نمیدن به اینکه تحصیل و کار و همه پیشرفت‌های زندگی رو قربانی ازدواج‌های زودرس و بچه‌های زیاد آوردن بکنن و ما میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که دهه یا بیشتر زمانی که جمعیت کل جهان شروع کنه به کاهش، لحظه‌ای در واقع تعیین کننده از قرن 21 در جهان خواهد بود. حالا این موضوع رو من از نظر جهانی بررسی کردم که وارد این قضیه بشیم در مورد کشور خودمون. یعنی میخوام بهتون بگم که این مسئله فقط الان شامل کشور ما نمیشه و میخوام بهتون نشون بدم که چقدر سیاستگذاری های جمهوری اسلامی سیاستگذاری هاییست که غیر جهان شموله. یعنی اینا اصلا شرایط کلی رو پژوهش نمی کنن در جهان و نگاه نمی کنن به رویدادهایی که داره به طور کلی در جهان اتفاق میفته که موجب کاهش زادآوری میشه. و چون ایران هم بالاخره مردم چشم و گوش دارن، مردم هوش دارن، دارن نگاه میکنن به زندگی مردم در کشورهای دیگر جهان و حالا اینها همه علاوه بر مشکلات زندگی و معیشتی و مالی ایرانه، ولی از اون جایی که در همه جهان داره این اتفاق میفته خیلی بیخردیست که ما فقط بیایم ایران رو مشکلاتش رو، کاری که همشه سران جمهوری اسلامی دارن میکنن برای بقای خودشون، ایران رو به صورت ایزوله از همه جهان مسائلش رو در نظر میگیرن و یک قوانین خیلی بیپایه تصویب میکنن در مجلس که اصلا قابل اجرا نیست در جهان امروز و پژوهش شده هم نیست متاسفانه.
ما در مثلا صالح قاسمی یک آقایی هست که مثل اینکه رئیس مرکز تحقیقات راهبردی جمعیت هست، به یک خبرگزاری محلی برگشته گفته نرخ زادآوری در حال حاضر برای هر زن در سن باروری در ایران 1.6 و افزوده که در اواسط دهه 80 یعنی 1980 30 سال پیش نرخ زادآوری ایران 6.5 بوده که بالاترین یکی از بالاترین نرخ‌های زادآوری در جهان بوده. اما از اون زمان تا کنون این روند کاهشی بوده در ایران. قاسمی گفته جمعیت ایران بیشتر از 85 میلیون در حال حاضر و هرچند که برخی از افراد در درون خود مسئولین حکومت ایران این رقم رو چند میلیون ایرانی رو هم در واقع بهش اضافه می کنن که از ایران خارج شدن ولی همچنان ساکن جمعیت ایران محسوب میشن و نرخ در واقع رشد جمعیت رو یک جورایی دارن میگن که برای ایرانیان خارج از کشور، ولی کسانی که بیرون ایران دارن زندگی میکنن ولی جز جمعیت ایران هنوز محسوب میشن 0.6. اما پیش بینی کردن که در 10-15 سال آینده رشد جمعیت ایران به صفر برسه. قاسمی میگه که بیشترین کاهش زادآوری بین سالهای 2015 تا 2020 بوده که سالانه 550 هزار تا زایمان کمتر شده در ایران. همچنین گفته که زنان متولد دهه 80 یعنی 1980 منظورم هست از سن باروری در واقع دارن خارج میشن، چون میشن 37-8 ساله یواش یواش اینها خارج دارن میشن از چرخه باروری و این همراه این خارج شدن افرادی که متولد 1900 دهه 1980 هستن همراه با دگرگونی در نگاه و سبک زندگی ایرانیان به کاهش زادآوری ادامه خواهند داد. من به طور کلی اینو بهتون بگم که وقتی زن و شوهری به هر دلیلی بچه دار شدنشون رو به تعویق میندازن معمولا بعدن اون رو جبران نمی کنن. یعنی اینکه هر چی که شما دیرتر آغاز بچه دار شدن خواه و نخواه تعداد کمتری بچه خواهید آورد. بیش از 1-2 مصاحبه ای که با زنان بیشتر از 12 مدل مصاحبه گوناگون با زنان در تهران و شهرستان ها انجام شده، برخی یعنی بیشتر افراد گفتن احساس میکنن نمیتونن از پس هزینه های یک نوزاد بر بیان. هزینه های مراقبت از کودک، شیر خشک، پوشک بچه و کودکستان بچه، گذاشتن بچه برای خانم هایی که شاغل هستن و همچنین هزینه های مسکن و گاهی اوقات هم بدهی های گوناگونی که دارن مثل وام مسکن، وام اتومبیل، وام هایی که هزینه های دانشگاهیشون رو باید تکمیل بکنن، هزینه دانشگاه آزاد و خیلی از هزینه های دیگه شون رو گفتن ما نمیتونیم به خاطر همه این مشکلات مالی و همچنین درآمدهای ناپایدار یا درآمدهای کم یا اینکه با اینکه همزمان هم خیلی از زنها و شوهرها دنبال کار هستن کار ممکنه پیدا نکنن، همه اینها موجب شده که زنان ایران به این نتیجه رسیدن که ابتدا باید شغل و درآمد پایدار پیدا کنن و بعد برای باروری و زندگیشون برنامه‌ریزی بکنن و از این موضوع هم بسیار خوشحال هستن، به گونه ای که میگن شاید مادرها و مادر بزرگهای ما نیاز نبود بوده که از نظر مالی اینقدر برای همه چیز برنامه‌ریزی داشته باشن و اینقدر وضعیت زندگیشون شکننده نبوده، اما برای ما این یک اولویت هست. بسیاری از این زنان جوان برگشتن گفتن که ما درسته که به خاطر مسائل زندگی و مشکلات مالی با اینکه دلمون میخواد نمیتونیم بچه دار بشیم، اما نسبت به خودمون حس بدی از این موضوع نداریم. یعنی این نشون میده که نگاه زنان ایرانی نسبت به چند دهه پیش که همواره ازشون انتظار میرفت هر زوجی که ازدواج میکنن باید حتما بچه داشته باشن، این موضوع عوض شده و این انتظار خانواده ها از زن و شوهرها و زوجهای جوان بسیار اومده پایین و خیلی از زوجهای جوان حتی 7-8 سال 10 سال ازدواج کردن تا به شرایطی میرسن که میتونن نخستین بچهشون رو به دنیا بیارن.
در حالی که میبینیم که مدیر کل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت برگشته گفته ازدواج پس از بایان تحصیلات زن یک آسیب اجتماعی و سبب کاهش باروری زنان میشه و اگه خاطرتون هم باشه یکی دو بار این خانم عالیان و نماینده های دیگر زن مجلس نقش سنتی زن رو فقط همسری و مادری دونستن و حتی اشاره کردن که باید خانواده های تک فرزند رو شناسایی کنیم و اونها رو وادار کنیم به داشتن بچه های بیشتر و اینو باید در دستور کار دولت قرار بدیم. سیاست افزایش جمعیت مورد نظر حکومت جمهوری اسلامی در واقع یکی از بارزترین نمونه های سیاست گذاری های اشتباهی است که در حوزه زندگی زنان و سرنوشتشون در ایران انجام شده. به طور کلی در همه جهان مدیریت زادآوری چه از طریق محدود کردن باروری و چه تشویق به باروری یک ابزار کنترل معمولا از سوی حکومت ها. به عنوان مثال شما در چین می دیدید که به خاطر اینکه امکانات چین به اندازه نبود که بتونه جمعیت بالا 1 میلیاردش رو تأمین خوراکی و بهداشتی و آموزش و پرورش بکنه، سالهای سال برای دهه ها سیاست تک فرزندی رو اعمال کردن که این مسئله خیلی کمک کرد البته به چین برای اینکه بتونن افرادی که موجود هستن در چین رو به یک سطح تحصیلات و بهداشت مطلوب برسونن و شیار برای همه ایجاد بکنن و این موجب شد که چین یک جهش اقتصادی بسیار بزرگی کرد و زنان چین وارد عرصه کار بسیار گسترده شدن و همچنین تحصیلات. ولی خب این یه ابزاری بود که حکومت چین استفاده کرد برای کنترل جمعیت و برای بهتر کردن وضع جمعیت و زندگی مردم چین و برای اینکه تبدیل بشه به یک ابرقدرت یا سوپر پاور به اصطلاح. اما در ایران خب میبینین که سیاستگذاری هایی که جمهوری اسلامی میکنه بیشتر از این که برای پیشگیری از پیر شدن جمعیت افزایش یعنی انجام بده، یکی از ابزارهایی است که استفاده کرده جمهوری اسلامی در تمام 4 دهه گذشته برای کمرنگ کردن حضور زنان در جامعه، آهسته آهسته اونها از بخش‌های سازنده و پیشرونده اجتماع به ویژه از رده‌های بالای حکومتی و مدیریتی. این همون هدفی است که از بودن زنان در ورزشگاه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و خیلی از جاهای عمومی دیگه در واقع جلوگیری می‌کنن. وزارت بهداشت پیشتر از این به گونه رسمی گفته بود که در مورد افزایش زادآوری پیرو دستورات رهبر هستند. و میبینید که همه امکانات رایگان و گسترده پیشگیری از بارداری رو کنار گذاشتن و دسترسی زنان به اونها رو بسیار سخت کردن، در حالی که قاعدتاً وظیفه کسانی که درباره بهداشت و سلامت جامعه مسئول هستن و تصمیم گیری میکنن بهبود وضع بهداشت و سلامت جامعه است. برنامه‌ریزی برای رساندن خدمات بهداشتی بهتر به زنان و مادران و فرزندان جامعه است، نه اینکه اهداف سیاسی و ایدئولوژیکی حکومت رو دنبال بکنن و جلوگیری بکنن از دسترسی زنان به روش‌های پیشگیری از بارداری و برنامه‌ریزی برای تعداد افراد در یک خانواده که بهش میگن فامیلی پلنینگ یا تنظیم خانواده. زنان بسیاری که شرایط بارداری ندارن در ایران و باردار میشن از طبقاتی که الان زیر خط فقر هستن یا خیلی ها هستن که ممکنه زوجهای جوانی باشن و اکنون شرایط و مالی بارداری ندارن، یا خیلی از اوقات ممکنه افرادی باشن که ازدواج نکردن و باردار میشن، خب اینا مطمئنن دارن میرن چی دنبال انداختن حاملگی و عمل جراحی و به اصطلاح کورتاژ کردن و این خودش موجب ایجاد مشکلات عدیده ای میشه، مشکلات بسیاری میشه، هم ایجاد فقر بیشتر در جامعه میکنه، هم مشکلات مالی بیشتر و هزینه های درمانی آینده این زنان و دختران که میبینیم که مردم تمام این هزینه های انداختن بچه ها رو به صورت غیرقانونی دارن عجیب خودشون پرداخت میکنن، هیچ بیمه اینها رو پوشش نمیده و هیچ بیمارستانی به طور قانونی اجازه نداره که بچه های این گونه حاملگی های ناخواسته رو بندازه.
و همه اینا داره از کجا میاد؟ از اینکه اصلا وسایل پیشگیری از حاملگی رو محدود کردن. وقتی شما وسایل پیشگیری از حاملگی رو محدود میکنید، خب حاملگی های ناخواسته ایجاد میشه و مردمی که توان مالی یا شرایط زندگیشون ایجاب نمیکنه حاملگی پایان ببرن، ناچار میشن برن به سوی انداختن بچه ها به صورت غیرقانونی و شبکه های به اصطلاح زیر زمینی این کار، و این خودش خیلی خطرات جسمی و روحی زیادتری رو برای زنان و دختران داره ایجاد میکنه و هزینه های بسیار سنگین مالی بهشون تحمیل میکنه و همه اینا افزایش فقر داره میده در جامعه. و هیچ کدوم اینها در جهت اون سیاستی که اینها ادعاشو میکنن، ما میخوان تعالی خانواده، ارتقاء نمیدونم جایگاه زن و خانواده درش، ما هیچ کدوم اینها رو تامین نمیکنه. در بار ایدئولوژیک و سیاسی هم اسلامی هم حکومتی رو بر مردم ایران تحمیل میکنن و تاوان این رو مردم ایران دارن میدن. من همینجا بانو آرتمیس گرامی، همینجا من از تو یک پرسشی داشتم. در جامعه که مردم این همه تحت فشار اقتصادی هستن، فرهنگی حتی، و این همه مشکلات بیکاری رو داریم میبینیم، همطور که شما هم فرمودید، حتی این مادران و این خانواده ها برای اینکه میدونند از پس مخارج فرزندانشون بر نخواهند اومد و تأمین کردن حتی روزمره، خوراک روزمره، پوشاک روزمره اونها و نیازهای نخستین اونها براشون بسیار دشوار، ازش مجبور میشن دست بزنن به کورتاژ یا کارهای اونچنینی که بچه رو از بین ببرن، جان مادر هم از بین میره در همین عملهای زیرزمینی که شما بهش اشاره کردید، در حکومتی که حتی آدمها یا بهتر بگم زنان به ویژه نمیتونن حاکم بر بدن خودشون، آینده خودشون، زیست خودشون و خواست خودشون باشن. این نگر شما چی هستش از در واقع آزادی که هیچ جاییش، هیچ چیزیش در واقع وجود نداره؟ شما جایی نمیبینی که اینها دخالت نکرده باشن، یعنی حتی بچه دار شدن هم دستوریه، پوزش میخوام، برای رخت خواب ملتی هم تصمیم میگیرن. نگاه شما چی هست؟ در کجای جهان چنین چیزی رو دیدید و چقدر میتونه آینده بدی رو برای سرزمین ما به ویژه رقم بزنه این چنین مدیریتی؟ دقیقا. ببینیم بانو پردیس، بسیار نکته درستی رو شما اشاره کردید. در کشوری که همه چیش استبدادیه، حکومت استبدادیه، اقتصادش کاملا مستبدانه و در انحصار بخش خاصی است، سیاست استبدادی دارن و تمام بخش‌های زندگی مردم زیر کنترل و فشار و دخالت مستقیم و غیر مستقیم دولت، بدون اینکه این دولت کاری برای بهتر شدن زندگی این مردم، پیشرفت کشور، سازندگی، اشتغال زایی و زندگی نرمال و قابل امکان مردم رو فراهم بکنه، فشارهایی که میارن هیچ چیزی نیست به غیر از این که هدف این گونه طرح‌ها خانه نشین کردن زنان بعد از بچه دار شدن و محدود کردن دختران و زنان جوانی است که به دنبال کار در اجتماع هستند و خواه و ناخواه اونها رو از تولید و سازندگی و فعالیت مثبت دور میکنن و در گوشه خانه ها مشغول بچه داری نگهشون میدارن. و این امر در همه بخش‌های دولتی و غیر دولتی، حتی در قوانین تبعیض‌آمیزی که بر شما گفتم بار پیش در بخش اشتغال در ایران، در استخدام و بکارگیری زنان در بخش‌های مختلف محدودیت‌های قوی و محکمی رو از سوی دولت اعمال می‌کنند و زنان رو سعی می‌کنند در بخش‌های پاره وقت نگه دارن با حقوق بسیار کمتر و بسیاری از سوء استفاده‌های دیگه در حق زنان شاغل دیده میشه. این سیاست ها به جای اینکه رنگی از اهمیت به خانواده و آینده کشور داشته باشه، نشانگر ترس
حکومت از زنان مجرد تحصیل کرده شاغل در اجتماع و به ویژه در تضاد با منافع قانونگذاران اسلامی است که میخوان هر جور میتونن زن در جامعه اسلامی سرکوب و درجه دو محسوب بشه. در کشورهایی که شما در جهان میبینین در حال پیر شدن جمعیت هستن، سیاست افزایش جمعیت تنها به گونه تشویق آمیز نه اجباری و به صورت وادار کردن زنان به فرزندآوری از طریق جلوگیری از روش‌های پیشگیری از بارداری و محدود کردن دسترسی زنان به روش‌های پیشگیری از بارداری که در ایران می‌بینید انجام میشه. برای شما نمونه تایوان رو میارم. تایوان جمعیتش به سرعت در حال پیر شدن و این کشور برای تشویق جامعه به زادآوری میاد یه زنان رو افزایش میده، یعنی دستمزد زنان رو به طور گسترده ای نزدیک دو برابر کرده. حتی در تایوان حقوق زنان از مردان اکنون بیشتره و افزایش مرخصی های زایمان رو داده، حتی مرخصی های طولانی به پدران داده پس از فرزنددار شدن، دادن وام با بهره های بسیار پایین و دراز مدت، فراهم کردن مسکن های مجانی یا بسیار ارزان قیمت برای کمک هزینه در واقع به زوجهای جوان و مانند اینها رو استفاده کردن. حتی بسیار از زوجهای جوانی که وامهای دانشجویی گرفته بودن پس از باردار شدن وامهاشون بخشیده میشه. یعنی از یک گونه سیاستگذاری های مثبت در جهت اینکه هم زنان رو در کار نگه دارن، بتونن بارور بشن و برای یکی دو سال یعنی با حقوق بگیرن ولی در خونه به اصطلاح بمانن، یک سال پدر در خونه بمونه، یک سال مادر، یعنی این گونه تونن به اینکه مردم بتونن بچه دارشن و بچه هاشون رو تا دو سال اول هم نگه دارن در این حالی که حقوق میگیرن و همه اون سیاست های تشویقی و وام ها و کمک هزینه های دیگری که میدن. در ایران هیچ کدوم اینها وجود نداره. در ایران سیاست آموزش و پرورش و دانشگاه ها دارن دسترسی زنان رو سعی میکنن به اطلاعات، کار، شغل‌های پردرآمد، رشته‌های خیلی پردرآمد و خوب و عرصه‌هایی که مردان میتونن به اونا دسترسی پیدا کنن برای زنان اونا رو محدود میکنن. حقوقشون نابرابر با مردان، بیمه های ناکافی دارن، قوانین حمایتگرانه از زن وجود نداره، سرپرستی توسط مادران تنها یا مجرد وجود نداره، خشونت خانوادگی که قوانین مرد سالاران است و حمایتی از زنان نمی کنند، هیچ کدوم اینها وجود نداره و سیاست گذاری ها سبب افزایش فقط مشکلات زنان و خانواده های جوان و زنان مجرد و مادران تنهاست. و برای همین هم میبینین که تمام این گونه هزینه ها که در جامعه به دوش پدران و مادران هست، افزایش هزینه های درمانی و بیماری های پس از انداختن حاملگی ها هم میبینین که دارن. برای اینکه وقتی شما یک بچه رو میندازین، بعدها اینا چسبندگی های رحم، مشکلات عدیده باروری های بعدی ایجاد میشه، افزایش استرس، مشکلات روانی و جسمی زنان در جامعه رو به دنبالش میاره و حتی فرزندان دیگر خانواده، اون خانواده هایی که فرزند دارن و فرزند سوم و چهارم مجبور میشن وقتی حامله میشن میرن اینا رو میندازن، همه اینا مشکلی رو دوش همه خانواده اینها سوار خواهد شد و هزینه های مالی بیشتر هم ایجاد میکنه و خانواده های بسیاری به همین دلایل در ایران از هم پاشیدن. و خب میبینید که حالا منهای اون قضیه که شما میگید حالا زنان اختیار حتی بدن خودشون میدن، من خودم شخصا به عنوان یک ماما که در ایران هم کار میکردم و در بیرون از ایران هم در این عرصه کار کردم، هرگز خودم با سقط یا انداختن بچه ها کورتاژ به خاطر کنترل جمعیت موافق نبودم و هرگز خودم این کار رو نکردم. اما در ازاش قویاً بر این باورم که بایستی روش های کنترل از بارداری برای کسانی که میخوان تعداد خانوادهشون رو تنظیم بکنن بایستی وجود داشته باشه و بیمه ها باید اینها رو پوشش بدن. حتی اگر که کسی بیمه نداره باید این به صورت رایگان در این خیتاشت یا در درمانگاه های دولتی به زنان، نه به اختیار زن بر
بدنش هست یا نه، بلکه به خاطر اینکه مردم بایستی این آزادی گزینش رو داشته باشن که میخوان چند تا بچه داشته باشن. یک خانواده بیشتر از یک بچه دلش نمیخواد داشته باشه، یه خانواده ممکنه 3 تا بچه دلش ما. ولی این اشتباهه که دولتی بیاد و این ستم رو بر مردم جامعهش بکنه و روش‌های پیشگیری از بارداری رو از دستات مردم خارج بکنه و ناحاملگی‌ها یا بارداری‌های ناخواسته ایجاد شه و مردم ناچار بشن به خاطری که چاره‌ای ندارن برن دنبال انداختن بچه‌هاشون. حتی در خود همین آمریکا میبینیم که دعوای بسیاری هست بین اینکه آیا باید انداختن بچه ها آزاد باشه یا نباشه. من همواره در اون جناحی هستم که مخالف انداختن بچه ها هستم به خاطر کنترل جمعیت یا کنترل خانواده، و قویاً بر این باور هستم. حتی هنگامی که به افراد مثلا در اینجا در امریکا تجاوزهایی میشه و حاملگی ناخواسته دارن، من اعتقاد دارم بایست این آموزش داده بشه که قرص های فردای هر گونه نزدیکی جنسی، چه به صورت با میل خودشون چه به صورت تجاوز یا هر اتفاق ناخواسته، قرص هایی هست که شما فردای اون روز میتونید بخورید و جلوی بارور شدن شما رو همون آن میگیره. و این یک روشی است که باید این قرص ها در دسترس همه قرار بگیره، بهش میگن مورنینگ افتر پیل، قرصی که فردا این که اتفاق ناخواسته ای بیفته یا باروری شما شانسش رو میدید که ممکنه اتفاق بیفته، در دسترس خانم ها قرار بگیره، در دسترس همه بانوان در سراسر جهان باید این قرار بگیره که جلوی این که حاملگی ناخواسته به هر علتی اتفاق بیفته رو بگیرم. و متاسف هستم که میبینم در ایران این اندازه، من واقعا دلم میشکنه که میبینم بچه هایی رو میندازن در سطل آشغال، بعد بچه هایی رو میندازن زیر پل. آخه ببینید اون بچه‌ای که واقعا خودش هیچ گناهی نداره و این بچه میتونه یک بچه بسیار مفیدی برای اون جامعه در بیاد، دولت مردم رو وادار میکنه به چنین جنایت هایی و به چنین اتفاقات ناخوشایند، یعنی که قلب هر انسان واقعا آزاده ای رو میشکنه که ببینه یک همچین کاری با بچه های ایران زمین ناچار هستن مردم انجام بدن و چقدر ناراحت کننده است که شبکه هایی وجود نداره که این گونه بچه ها رو قبول بکنن، پرورشگاه های یا سیستم های حمایتی برای زنانی که بارور میشن و ناخواسته است و نمیتونن اون بچه رو نگه دارن. باید یک مراکزی در همه جهان وجود داره که شما هنگامی که یک حاملگی ناخواسته دارید یا نمیتونید به هر علت بچه‌تون رو بزرگ کنید و نگه دارید، حداقل این بچه‌ها رو برن تحویل بدن به اون گونه مراکز دولتی و این بچه‌ها رو از کشته شدن و مردن به اون وضعیت فجیع زیر پل یا توی سطل آشغال نجات بدن. امیدوارم که روزی برسه، جایی برسیم که این سامانه بتونه برای پشتیبانی از انسان‌ها، نه تنها مادران، در سرزمین ما شکل بگیره. همطور که شما گفتید در کشورهای دیگه سیستم‌های پشتیبانی و حمایتی می‌گذارن و تشویق می‌کنن برای بچه دار شدن، بودجه‌هایی رو قرار میدن. ما نیاز به این بودجه نداریم که بانو آرتمیس نازنین، برای ما بودجه می‌ذارن مؤسسه نشر آثار چرندیات خمینی رو همین امسال من خوندم که 124% افزایش دادن، 124% افزایش. و شما ببینید تمام بودجه هایی رو که نگاه میکنید چقدر بودجه صرف مراکز فرهنگی میشه، نه فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی. و این بودجه ها به جای اینکه در پشتیبانی از خانوارها و خانواده های کم بضاعت، کم درآمد، ایجاد اشتغال، ایجاد شرایط اقتصادی مناسب سرمایه گذاری بشه، تمام داره میره به سمت دیگری، برای اینکه بخشی و قشری از جامعه حکومتی، طبقه‌ای که در رأس حکومت کشور هستند، که از خود این رژیم هستند، اونها بتونن بهره برداری بکنن. حالا این میتونه جامعه، نمیدونم، حوزه علمیه باشه، مؤسسات علمیه باشه، مؤسسات آموزش اسلامی باشه، گنبد طلا در کربلا بسازن، در نجف بسازن، و بودجه هایی که داره خرج میشه مثل همین زینب سلیمانی که بله همین چندی پیش دیدیم دیگه.
داده بود برای نمیدونم زنان و نمیدونم لبنان یا هر چی. برای ببین ایجاد خانه عفاف و صیغه خانه ها در لبنان. بله، میبینین یعنی واقعا کشوری که زیر دست حکومت های اسلامی اداره میشه تا مغز استخوان پوست زیر پوست اون جامعه فساد و بدبختی و مشکلات هست و یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در ایران داریم متاسفانه الان شما اگر این حکومت نگران آینده کشور بود باندهای مافیای کودکان کار و خیابان که هزاران سوء استفاده داره از فرزندان ایران زمین در این کوچه ها و خیابان ها میشه، اهم از فروش اینها، سوء استفاده های جنسی، سوء استفاده برای فروش مواد، برای انواع و اقسام دزدی ها، تخلف ها. و اگر این کشور اونجوری که ادعا میکنه نگران کاهش جمعیت بود، شما همین فرزندانی که پدر و مادرهای درست حسابی ندارن، بد والد یا بدون والد هستند و در خیابانهای ایران دارن خرید و فروش میشن رو سرپرستی کنید، آموزش و پرورششون رو تامین کنید، بهداشتشون رو تامین کنید، برای اینها خانه های امنی درست بکنید که به این فرزندان آینده و زندگی ببخشید، نه این چرخه معیوب کودکان سوء استفاده شده در اجتماع رها بشن و تجربه و تجربه بهکاران فردای جامعه میتونن باشن. تمام بچه هایی که در کودکی مورد سوء استفاده های گوناگون جسمی و روحی قرار میگیرند، اینها در آینده سایکوپت یا افراد آنتی سوشال به اصطلاح اجتماع گریز و خطرناک میشن، افرادی که برای دیگران همین گونه دردسرها رو در آینده درست خواهند کرد، خودشون تبدیل میشن به بچه های جنایتکار، خلافکار، متجاوز و ستمگری که به سایرین میبینین که از حیوانات خیابان و کوچه رو میگیرن میکشن و آتیش میزنن و میسوزونن و مسموم میکنن و شکنجه میدن تا به فرزندان و افراد از خودشون کوچکتر. پدرهایی رو شما امروزه در ایران که دارن به بچه 18 ماهه خودشون تجاوز میکنن. تمام اینها معضلاتی است که اسلام و جامعه اسلامی برای ما نه فقط این حکومت مشکل ما، کل سیستم اسلامی است که هر حکومت اسلامی در جهان شما این معضلات رو درش میبینید. شما اگه برید به مصر این اتفاقات رو میبینید، میرید به لبنان، میرید به سوریه، میرید به عراق. ایدئولوژی اسلامی این اندیشه رو با خودش داره، برای اسلامی هست متاسفانه. و این جای تأسف داره که ما امروزه کودک همسری داریم، مردم از گرسنگی و فقر بچه های 8 ساله و 10 ساله رو دارن شوهر میدن میفروشن. و آیا شما نگران آینده کشور و پیر شدن جمعیت هستی؟ شما همین فرزندانی که در حال حاضر در ایران هستن، این نسل داره نابود میشه همش و هیچ کاری برای اینها نمی کنید. اون وقت میایین به مردم وعده و وعید دروغ یه تیکه زمین میدین مردم برن بچه دار بشن، بعد برین وسط یک بیابانی یه تیکه زمینی رو بهشون بدین که هیچ ارزش و مردم چه کار بکنن با یه تیک زمین؟ کشاورزی که وجود نداره در ایران، وسط بیابون خشک شما به مردم یه تیک زمین میدین که هیچ کس هم از اینا نمیخره و هیچ کارش هم نمیتونین بکنین. مردم میفریبین که بیا اینو ما داریم وام میدیم بچه بیانی 1 میلیون شما تا سر خیابون ببرین یه کیسه خرید بکنید، این روزا تو سوپرمارکت 1 میلیونه در ایران. تمام اینها نشون میده که دروغ و فریب مردم ایران 44 سال به انواع و اقسام گوناگون ادامه داره و این حکومت برای باقی ماندن خودش، همون گونه که میبینین خودش بزرگترین مافیای مواد مخدر ایران رو داره، خودشون بزرگترین وارد کننده، پخش کننده و صادر کننده مواد مخدر در ایران و همه خاورمیانه هستند، خودشون بزرگترین زنجیره فروش زنان و دختران ایرانی رو دارن، مافیاشو ساماندهی میکنن، خودشون فرزندان ایران زمین رو دارن صادر میکنن و خودشون بزرگترین مافیای فروش اعضای بدن ایرانیان رو در جهان دارن سرپرستی میکنن. اعضای بدن بزرگترین بازار در جهان شده ایران. بسیاری رو از همین کودکان رو که اینها میدزدن میبرن، اعضای بدن اینها رو در میارن، یه کلیه این بچه ها رو میبینید در میارن و میفروشن و بزرگترین قاچاق مواد مخدر و اعضای بدن در ایران توسط خود
حکومت ایران داره ساماندهی میشه و انجام میشه و مردم بدبخت ایران، مردمی که غذاشونو دارن، 50% مردم ایران زیر خط فقرن و 50% مردم دارن غذاشونو از طریق زباله ها و گدایی و دزدی و هزار مدل خلاف دیگه به دست میارن، اون وقت شما از این مردم روش های پیشگیری از بارداری رو دریغ میکنید و محرومشون میکنید و بعد مجبور میشن که اینها یا حاملگی ها رو ببرن به شیوه های بسیار آلوده و غیرقانونی زیرزمینی، برن در اماکن بسیار بسیار کثیف خطرناک این بچه ها رو، یا اینکه بچه هایی که به دنیا میان رو رها بکنن در سطح های زباله و زیر پل ها و کنار خیابون ها. وانی نه تنها پیشگیری نمی کنند و فراهم نمی کنند اون چیزهایی رو که مردم بتونن این رو پیشگیری بکنن، اداره کنن و مدیریت کنن خانواده خودشون رو، بلکه شوربختانه حکم هم میدن برای افزایش جمعیت. شما من میخوام واپسین سخنم رو بگم و واپسین پرسشم رو. شما اشاره کردید به بچه‌هایی که زیر پل هستن، نمیتونن بندازن خانواده ها یا به این قشر بسیار دردناکی که صحنه‌هایی که میبینیم شوربختانه خیلی زیاد شده به خاطر ناتوانی های اقتصادی. بسیار کسان رو داریم که بچه‌هایی رو داریم که به دنیا میان سرپرست های ناتوان دارن، پدر داره، مادر داره، توانمندی اقتصادی ندارن برای تأمین فرزندشون، روزگار فرزندشون. فردا رو باید اصلا فاکتور بگیریم بکنن امروزشون رو، امروز روزشون. و مایه سرفکندگیه. با این شرایط، با این شرایط اقتصادی، حکومت ناکارآمد، مدیران ناشایست و نالایق، ناکارا، مردم چه میتونن بکنن؟ با پس این پرسش من هست. پیشنهاد شما، نگر شما چی هست؟ مردم چه باید بکنن؟ و با توجه به اینکه همونطور که خودتون فرمودید حکم هم میدن و دستور حکومتی برای افزایش جمعیت هم صادر میشه بدون اینکه بخواد موجبات تشویقی صورت بگیره. همونطور که خودتون فرمودید با 1,000,000 یک کیسه خرید از سوپرمارکت میشه 1,000,000. چه باید کرد؟ مردم چه کنن؟ ببینیم بانو پردیس، مردم ایران بایستی از حکومت راحت بشن، بایستی میلیونی، نباید یک قشر کوچک از این جامعه فقط زیان بده و خسارت ببینه. وقتی 100,000 نفر به خیابون بیان 100,000 نفر زیان میبینن، ولی اگر میلیون ها نفر بیان در خیابون ها و این مردم بریزن بیرون و این حکومت رو بخوان میلیونی ساقط بکنن، بسیار بسیار هزینه تک تک افراد میاد پایین و حکومت نمیتونه چند میلیون آدم رو بزنه و بکشه و بگیره و زندانی کنه. یکی این، دوم این که تا اون جایی که این مردم بدونن که بتونن یا بخوان اون جور بریزن بیرون که این حکومت رو نجات بدن، خودشون و نسل‌های آیندهشون رو نجات بدن، دست کم بایستی قویان و با هر گونه که میتونن جلوی این اتفاقات ناخوشایند رو در زندگی های خودشون بگیرن. یعنی حداقل دست کم، میدونیم، همه ما میدونیم که هزینه جلوگیری خیلی خیلی کمتره تا هزینه سقط کردن و انداختن بچه ها برای هم یا بچه دار شدن و بخوان اون بچه رو نگه دارید. من بسیار متاسفم که این وسایل در ایران اینقدر کمیاب و گرونه، ولی هنوز اگر که شما دوست دارید که بچه نداشته باشید میتونید پیشگیری بکنید و جلوی اینو هر گونه که میتونید، حتی اگر این وسایل گرونتر باشن باز بهتره که این وسایل رو استفاده کرد تا هزینه های بعدی و به ویژه هزینه های انداختن و کورتاژ غیرقانونی رو یعنی بخواییم پرداخت بکنید. از سوی دیگه شما ببینید این حکومت چقدر تعمدن به مردم ایران ستم میکنه. بارها پیش اومده خانواده هایی با من تمامن که بچه هایی داشتن، بچه هایی بدونن و نمیتونن تامین کنن، مثلا بچه دوم یا سومشونه. ما التماس میکنن و خواهش میکنن که این بچه ها رو ما از اینها بتونیم بگیریم. بارها و بارها ما تلاش کردیم که بتونیم بچه ها
بیاریم بیرون از کشور، بدیم به خانواده هایی که اینجا واقعا دلشون میخواد بچه بگیرن و خانواده های ایرانی. ببینید چه اندازه این حکومت ستم میکنه به مردمش که اجازه نمیده خانواده های ایرانی بیرون از کشور بچه اداپت بکنن، بچه بپذیرن از درون ایران، و جلوشو میگیره و هرگز اجازه نمیده که این بچه ها ما بتونیم از ایران خارج بکنیم. در حالی تونستیم تا حالا شاید برای 1000 بچه ما بیرون کشور میتونستیم خانواده پیدا بکنیم و خانواده های ایرانی، حتی خانواده هایی که اینجا بچه دارن، یکی دو تا بچه دارن ولی توانایی مالیشو دارن و میخوان که این بچه ها رو بیارن و نگه دارن و بزرگ کنن، ولی متاسفانه این دولت، از اون جایی که این دولت غیر ملی است، این دولت همه گونه داره نابود میکنه فرزندان این مملکت و خود کشور و مردم و خانواده ها رو واقعا داره نابود میکنه، بارها بارها جلوی این امر رو گرفته و قوانین بسیار دشواری از اون نظر که باید 6 ماه خانواده هایی که میخوان بچه بگیرن بیان در ایران ساکن بشن. آخه کدوم پدر و مادری که اینجا داره کار میکنه، زندگی داره، میتونه کار و زندگیشون رو ول کنن برن 6 ماه ایران بشینن که یه بچه اداپت بکنن؟ بعدم باید نمیتونن برن ایران، خیلی ها که نمیتونن برن، واقعا من خیلی ها رو دیدم که اینجا التماس میکنن که ما میخوایم بچه از درون ایران واقعا به فرزند خوندگی بگیریم و ما امکانش رو داریم ولی نمیگذارن. حتی خودم شخصا تلاش کردم یه بچه خانواده کردی که نمیتونستن در ایران، پدر بچه تصادف کرده بود و از کار افتاده بود و این مادر بچه سومو برده بود بده به پرورشگاه، پرورشگاه قبول نکرده بود و برده، حتی خودش خونه نداشت، میگفت من اگه این بچه رو یکی ازم بگیره خودم و اون یه بچه دیگه میرم توی این شلترها یا خانه های مخصوص زنان بی‌سرپرست، ولی چون این بچه تازه به دنیا اومده است و واکسن نداره و اینا اجازه نمیدن، نمیدونم یک سالش بشه نمیتونم بچه رو بخوام. یعنی ببینید چه معضلاتی، و من هر جوری تلاش کردم بلکه ما بتونیم بچه رو خارج بکنیم از کشور، اجازه نمیدادن و حتی اجازه نمیدادن که این بچه با مادرش از کشور خارج بشه و اینقدر معضل برای این خانواده درست کردن که ما ناچار شدیم یه عده جمع شدیم از چند خانواده، باور شاید شما نکنید، چند خانواده یهودی ایرانی حاضر شدن پول شیر خشک و نمیدونم پوشک و نگهداری این بچه رو بدن تا 2 سال که بلکه این مادر بتونیم بچه رو تحویل پرورشگاه بده. باور کردنی نیست، یا تحویل بده به یک جایی که این بچه بتونه نگه داره. اصلا نمیدونید چقدر دردناک، دردناک روزگاری که داره بر سر مردم ما، سرزمین ما میاد، به راستی قلب آدمی رو به درد میاره. و یه همچین اتفاقاتی هست و بازم میگن بیاین برین بچه بیانی و یه آخوند، واقعا من نمیدونم اینا چه حیواناتی هستن، یه آخوندی رو نشون میدادن که 10 تا بچه داشت و تشویق هم میگن من میخوام 13 تا بچه بیارم، برین شروع کنین بچه بیارین. خب بله، همه که آخوند نیستن سرشون به آخور حکومت خرجشو بدن، و بعدم اون 13 تا بچه قرار چی در بیان؟ یک مش بچه واقعا همه رو میان تو سن 8 سالگی و 10 سالگی شوهر بدن و بفروشن و بفرستن این برون. و آیا این سیستمی است که کشور ایران باید بچه های ایران زمین، بچه هایی با این همه استعداد و توانایی و لیاقت و شایستگی که میتونن در آینده این مملکت ایفا بکنن، به جاهایی که باید برسن نرسن و این گونه زندگی بکنن بچه های ایران؟ آدم واقعا متاسف میشه. بسیار سپاسگزارم از شما. بله، همونطور که فرمودین همه راه‌ها به یک گزاره ختم میشه، براندازی کامل جمهوری اسلامی. شاید روزگاری خوش رو مردم ما، سرزمین ما در فردای جهان بتونن به خودشون ببینن. خیلی سپاسگزارم از شما برای این گفتار بسیار نیکتون، آموزه‌هایی که برای ما داشتید، آگاهی رسانی که داشتید و نگر و پژوهشی که پروانه دادید ما ازش بهره ببریم. سپاسگزارم از تک تک شما یاران و هممیهنان نیک که با ما همراه بودید در این برنامه، با این جستار مهر بورزید، ما را همراهی کنید در رسانه ایرانگرا. هر هفته با شما هستیم در همین برنامه در پیشگاه بانو دکتر آرتمیس اهورا، با جستارهای گوناگون و در درازای هفته با شما با برنامه‌های دگرگون و متنوع در پیشگاه شما خواهیم بود. ما رو یار رسان باشید، این رسانه رو به دوستان خودتون، خیشان خودتون و نیکان خودتون بشناسونید. ما نگاهمون به ایران از ابتدای بلندای دماوند و شکوه تیسفون و سمرقند و بخارا تا شاخاب همیشگی پارس و
خروش دریای کاسپین بوده و هست و همچون همیشه ستایم دو فر، یکی فر ایران، دیگر فر شاه. پاینده ایران بدرود به شما. پاینده ایران بدرود.